راست خدا و یا فرند آف گاد یکی از بزرگترین نام های تاریخ بشریت است، به طوری که در تمام جهان این نام مشهور و معروف است. اما چگونه این نام معروف و مشهور و نیز مورد احترام قرار گرفته؟ آیا تحت پوشش ثروت خودش بوده؟ قدرت های خودش بوده؟ سلطنت و یا امپراتوری بزرگی که داشته مانند هیتلر، ناپلئون، اسکندر، قیصر، چنگیز که دلیل مشهور شدن این بوده؟ برای کشف این حقیقت مراجعه میکنیم به زادگاه نام ابراهیم که قطعاً کتاب مقدس است. در کتاب پیدایش 12:1 الاسه میکنیم که اعلام میکنه خداوند به ابراهیم فرمود، یعنی مستقیم بدون فرشته، هیچ فرشته ای نه، خدا مستقیم با او صحبت کرد. از این رو هستش که اون رو دوست خدا میدونه. خداوند به ابراهیم فرمود وطن خود، بستگانت و خانه پدری خود را ترک کن، یعنی آنجایی که دلت باهاش هست. همه ماها که از ایران اومدیم فکر نکنم روزی بیاد به درباره ایران صحبت نکنیم. اگر اتفاق بدی میفته ناراحت هستیم، اگر ایام عید مانند عید نوروز میشه و یا عیدهایی که مربوط میشه به موقعیت فرهنگیمون چهارشنبه سوری هست، فیضی که در قلبمون از مسیح هست نمیخواد بگیم که ناشکری میکنیم اینجا هستیم، خیر. اما قلب ما، احساس ما تو ایران هست، به یاد خاطرات ایران میاد و میگیم چگونه شد از ایران بلند شدیم اومدیم به خاطر شرایط سخت. پس هیچ کس به راحتی دست از وطنش بر نمی‌داره. به طور خاص می‌بینیم که اعلام می‌کنه وطن خود بستگانه، یعنی تمام وابستگی‌هاش، دلبستگی‌هاش رو رها کن. و اون زمان هم که مثل الان نبوده که شما بخواید قصد سفر دارید، نهایتاً میگی پاسپورت ندارم، به یکی پول میدی پاسپورت دارم. بر فرض مثال میگی باید از اینجا برم تا آمریکا، از ایران بیام تا آمریکا، بلیط هواپیمای رو می‌خریم. به هر حال شرایط درست میشه. نهایت تکنولوژی اونها اسب و شتر و قاطر. بعد از این مگه اینکه با پای پیاده افراد میتونستن به سفر برن. پس آنچه که خداوند از ابراهیم میخواد چیز خیلی ساده‌ای نیست، مثل امروز نمیتونه باشه. خداوند به ابراهیم فرمود وطن خود، بستگان و خانه پدری خود را ترک کن و به طرف سرزمینی که به تو نشان میدهم برو. در از دعوت خدا هست، خواندگی خدا از ابراهیم هست. من به تو قومی کثیر خواهم داد. پس در مسیر این وفاداری و این لبه که برکتی هم هست و آنان ملتی بزرگ خواهند شد. فراموش نمی کنم حتما برای ماها هممون یه چنین موقعیت پیشمانه. وقتی از ایران خواستم بیام ذهنیت هم این بود آخه برای چی باید برم آمریکا؟ فکر میکردم اگر برفرض برم اروپا با نزدیکتر هستش بهتر میتونم خانواده رو دعوت کنم، ولی من توی آمریکا هیچ کس رو ندارم. حقیقتاً تمام کسه کار ما اعضای کلیسا هم هستن، ما کسه دیگه ای نداریم و خداوند فیض داد که داماد خوبی داریم، شمعون عزیز که به خانواده ما اضافه شده، ولی شما خانواده ما هستید. اما خدا با قلب من صحبت کرد که من در سرزمین آمریکا به تو خواهر، برادر، پدر و مادران بسیاری خواهم داد. و این اتفاق افتاد، این اتفاق نیکو برای ما افتاد که اینجا عزیزانی رو میتونستیم باش آشنا بشیم، حالا یا بشارتشون دادیم یا عضو کلیسا شدن یا پیشکسوتان ما بودن در مسیر، که این رابطه رو، رابطه مهر و محبت رو ایجاد کردن. و ما میبینیم که خدا با ابراهیم هم همین گونه صحبت میکنه و اعلام میکنه برو من به تو قومی کثیر خواهم داد و آنان ملتی بزرگ خواهند شد، من تو را برکت خواهم داد، که منظور برکت یعنی نجات، یعنی رستگاری هست. چرا که ابراهیم متأسفانه هرچند همه ابراهیم پدرش طاهر همه اینها از نوح آمده بودن، اما در طول زمان بت پرستی میکرد و در مسیر بت‌پرستی گرفتار شده بودن. هرچند به خدا ایمان داشتن، به یهوه ایمان داشتن، اما در کنار این آلوده فرهنگ بت‌پرستی نیز شده بودن و شیطان اونها رو اسیر کرده بود.
من تو را برکت خواهم داد و نام تو را مشهور و معروف خواهد شد. پس این وعده خدا بود. در خود ابراهیم چیز خاصی و موقعیت خاصی نبود که اون را مشهور کنه، بلکه وعده خدا بود که اون را مشهور کرد، در اون جایگاه قرار داد. زمانی که اون را انتخاب کرد به خواندگی، اون را برگزید. ادامه میده: لذا تو خودت مایه برکت خواهی بود. خدا ابراهیم را انتخاب کرد. آمین. ما را چی؟ آیا ایمان داریم ما برگزیدگان هستیم؟ آمین. هاللویا. اگر ما برگزیدگان هستیم، این وعده با ماست. و فقط این وعده یه طرف سکه نیست، یه طرف سکه اینه که ما نیز به توسط روح القدس و قوت خدا دلیل برکت برای دیگران خواهیم بود. یعنی وقتی شما یک رابطه ایجاد میکنید با هر کسی، از این کلام خدا میگه برای دشمنان خود دعای برکت کن، چون دعای لعنت از سمت ما به هیچ کس نمیرسه، چون ما شکل خدا آفریده شدیم، فرزند خدا هستیم، روح خدا در ماست. اما وقتی که دعای برکت میکنیم، اون شخص نجات پیدا میکنه. برکت پول، شهرت، قدرت نیست عزیزان، اونا نیاز هاست. برکت نجاته. و کسی که نجات پیدا میکنه قبلش ملزم میشه، توبه میکنه و میگه خدا اشتباه کردم. بعد اگر دشمن ما باشه، اون نیست توبه میکنه، متوجه اون حقیقتی میشه که ما شاید ساعتها با اون شخص وقت بذاریم به هیچ وقت نتوان اون رو متقاعد کنه. ولی زدا میده: لذا تو خودت مایه برکت خواهی بود به کسانی که تو را برکت دهند. پس خیلی مهم هستش کسانی که ابراهیم رو، نسل ابراهیم رو، فرزندان خدا رو با دیدگاه اون نگاه صاحب برکت میشن. میخوام یه خورده این پرانتز رو تنگترش کنیم. حالا میگم خود ما ایمان دارم وقتی به هم میرسیم، امیدوارم دوران کرونا تموم میشه. یکی از آسیبایی که این دوران کرونا زده اینه که متأسفانه رابطه های ایماندارا رو ضعیف کرده. و این خوب نیست. اصلا خوب نیست. چون وقتی که این رابطه نزدیک بود، ما به هم می‌رسیدیم چی می‌کنیم؟ بگید. شکرگزاری می‌کنیم برای هم دیگه. دیگه خدا تو رو برکت بده. چه مشکلی، چه موضوعی، برای هم دعا می‌کردیم. همین باعث و این کار شیطان. درسته که موضوع کرونا جهانی شده، اما این کار شیطان بود که بیاد. هدف شیطان، درسته بیاد خیلی کازینوها بسته شد، محلهای فساد بسته شد، نه، هدف شیطان کلیسای زنده مسیح بود. هدف شیطان مردان و زنان ایمانداری بود که خدا اونها را انتخاب کرده بود تا جهان بشارت داده بشه و مردم ایمان بیارن. به طور خاص در این شرایط که ما به راحتی درباره اسلام میتونیم صحبت کنیم و اسلام رو میتونیم اعلام کنیم، نقدش نمیخوایم بکنیم، چی هست اصلا نقدش بکنیم، میتونیم درباره اسلام صحبت کنیم که این همه داره در جهان رو و وحشت ایجاد میکنه، فساد و ترور رو ایجاد میکنه و خبر خوش نجات به گوش مردم برسه و شیطان نمیخواد کلیسای زنده مسیح باز باشه. ما امروز باز هستیم با هدایت خداوند و ایمان دارم که خداوند مطابق فیضش نه ما رو، همه کلیساهای زنده خودش رو برکت بدهد و شیطان هرگز نمیتونه کاری انجام بده. چرا که وعده‌ای که به ابراهیم داده هنوز ادامه میده، وعده نجات هنوز ادامه میده و ادامه میده: به کسانی که تو را برکت دهند برکت خواهم داد، اما به کسانی که تو را لعنت کنند لعنت خواهم داد. متاسفانه نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، چهل و دو سال تقریبا داره به اسرائیل لعنت میفرسته. تو این 42 سال اسرائیل کجا قرار گرفته؟ نظام اسلامی کجا قرار گرفته؟ و خوشبختانه ملت ما این رو درک کردن، این رو فهمیدن که نمیتونن به فرزندان خدا. من صحبتم درباره دولت اسرائیل نیست، من سخنم درباره آنانی هستش که برای کلام خدا ایستادن و اسم خدای اونها یهوه هستش و از اون من و به وسیله تو همه ملت ها برکت خواهند داد. به وسیله پس وقتی که خدا من و تو رو انتخاب کرده، با ما کار مهمی داره. میخوام برگردی به خودت به عنوان فرزند خودت.
هر کجا هستی، در هر جایی، در هر پوزیشن خدمتی هر جا هستی. من اول به خودم، در هر جایگاهی که ما هستیم این رو بگیم. امروز این کلام داره به ما صحبت، به عنوان کسی که برگزیده خداست و خدا میخواد در این مسیر این هوشیاری رو، این آگاهی و این بیداری رو به ما بده. از این شاهد هستیم که ابراهیم برای یهودیان، ابراهیم برای مسیحی‌ها، ابراهیم حتی برای مسلمانان، ابراهیم حتی برای بهائی‌ها مورد احترام هستش و اونها نیز معتقد بر این هستن که ابراهیم نزدیک به خداست و دوست خدا هست. اما چرا تا پیدایش باب 17 که من از باب 12 براتون خوندم اول، تا باب 17 خدا ابراهیم رو ابرام صدا میکنه، هنوز اسم اون رو عوض نکرده. برای حل این معما میخوایم یک نگاه عمیقی به ایام بعد از خواندگی ابراهیم، یعنی باب 12 بکنیم، در زمانی که خدا ابراهیم رو دعوت کرد و او رو از اور کردانیان خواست که بیرون بیاد و در اصل ابراهیم در خانواده و فرهنگی قرار گرفته بود که به تنهایی نمیتونست تصمیم بگیره. خدا اون رو خونده بود که از کردانیان بیاد بیرون، اما نسبت به فرهنگش میباید موافقت پدرش بود، موافقت بزرگان بود. هرچند در کنار عرض کردم خدا پرستیشون، خدا شناسیشون، اما بت پرستی هم میکردن متاسفانه، اما اونها نیز وقتی که ابراهیم باشون صحبت کرد قبول کردن. اما تاره که اسم پدر ابراهیم هست و در اصل معنی تاره یعنی تأخیر، دلیل تأخیر شد در این سفر، در این مهاجرت و مدام امروز و فردا کرد. و وقتی هم که تاره به منطقه به نام حران رسید، مطابق پیدایش 11:31-32، و دید اونجا عجب منطقه خوش آب و هوایی هست، تصمیم گرفت اونجا بمونه و زندگی کنه. حالا به خودمون نگاه کنیم. خدا انتخابت کرده، خدا شما رو انتخاب کرده برای یه خدمت. بارها با قلب صحبت کرده، حتی خودت بارها با شبان صحبت کردی، خدایا من میدونم تو با قلبم صحبت کردی، من حتما این کار رو میخوام بکنم، اما یه سری مشکلات دارم. میدی شبانت هم بهت میگه دعا کردم خدا میخواد تو این خدمت رو بکنه. دیگران هم میگن تو چه گیفتی داری، چه عطایی داری، و این عطای تو کمک میکنه که دیگران ایمان بیارن به مسیح. همه اینا رو میشنوی، اما متاسفانه به مشورت دیگرانی میری که دوست داری بشنوی ازش، دوست داری از اونها بشنوی، از اونهایی که میگن آره تو الان فعلا وقتش نیست، تو الان مشکلات داری، تو الان سختی ها داری. ابراهیم هم همین گونه شده بود. درسته که ابراهیم رو خداوند خونده بود، اما ابراهیم هنوز رأی قلبش کاملا تسلیم خدا نبود که توی اون جایگاه قرار بگیره. پس تاره پدر ابراهیم تو اون منطقه میمونه، میمیره. وقتی که میمیره ابراهیم با لوط بر فرزند برادرش راهی میشه به سمت کنعان، مطابق پیدایش 13:10 روبرو میشه با کنعانی که قحطی شده بود. چی شد؟ خدایا تو منو از سرزمین خوبم، از بین خانواده‌ام جدا کردی، گفتی برو کنعان. حالا که اومدم کنعان قحطیه. چرا قحطیه؟ اونجاست که ابراهیم میتونه شک کنه. برای من و تو هم از این اتفاق افتاده. میگیم خدا با قلب ما صحبت کرده، از فلان جا حرکت کردیم یا چنین کاری رو انجام دادیم. نگاه کن، علتش مطمئن باشه که خودت بودی. وعده خدا نیستش.
زمانی که ابراهیم و لوط به کنعان میرسند زمانی بود که متاسفانه از اون بخت اصلیش گذشته بود، با تأخیر میرسند به اینجا. زمانی نبود که خداوند اونها رو صدا کرده بود، هرچند شاید ابراهیم اونجا شک کرده باشه، هرچند شاید در ذهنش این باشه که خداوند فراموش کرده بعدی که داده، اما در وقت مناسب خواندگیشو انجام نداد. مطابق کتاب جامع 8:6 که اعلام میکنه برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسب بود. برای هر چیزی یک وقتی هستش. ابراهیم نسبت به وعده خدا لبه گفت. ابراهیم حرکت کرد اما به وقتش حرکت نکرد، و چون به وقتش حرکت نکرد متاسفانه در این وقفه ما میبینیم که آسیب بودش. در کتاب پیدایش 2:9 میخونیم که اعلام میکنه بدین طریق ابراهیم با توقف‌های پی در پی به سبب جنوب کنعان کوچ شد. یعنی با توقف‌های پی در پی، یعنی این گونه هم نبوده که بگه حالا پدر من فوت کرد حالا حرکت کنم سریع برم دنباله، نه، بگه براش انگار گویا این خواندگی خیلی اهمیت نداشته. خواندگی من و شما چقدر اهمیت داره نسبت به اراده خدا؟ آنچه که خدا از ما خواسته آیا دربارش فکر کردیم یا نه؟ آیا اجازه میدیم که خداوند نسبت به اون رویایی که برای ما داره استفاده کنه؟ مردم و زنان ایمان در خواندگی و برگزیدگیشون به اراده خدا که یک افتخار میباشد میباید مانند یک سرباز سرزنده، سرباز قوی، آماده گوش به فرمان خدا باشه تا به راحتی بتونن آنچه را که اراده خدا هست را انجام بدن و هرگز و هرگز و هرگز پاداششون رو تو این دنیا نمیبینن، هرگز حتی تشکر دیگران نمیبینن. این رو میگم که این هوشیاری داشته. یه موقع دلای ما میشکنه میگیم آخه کسی نیست به ما بگه این خدمتی که میکنیم دست درد نکنه، تشکر میکنه. هرگز این گونه نیست. کشیش هایی که عزیزا فکر کنم همه بشنسیم، بله؟ شهید کلیسای ایران، کسی که ایستاد برای مهدی دیباج کنگره آمریکا رو به صدا در آورد تا مهدی دیباج رو آزاد کردن. شاید به اونم مارک سیاسی خیلی زدن تو کنگره آمریکا چه کار میکنه، اما ایستاد برای اراده. شهید خود از یکی از عزیزانی که نزدیک ایشون بودم میگفت من نزدیک کلیسا شدم، دیدم توی کلیسا داره صدای فریاد کشش هاک میاد، گفتم حتما الان کلیسا تک شده پره. گفت منم از پشت پنجره دلدا شدم یواش رفتم که منو نبینن آبرو بده مثلا من دیر اومدم. گفت رفتم در یواش باز کردم کشش هاک با یه نفر بود، یه نفر داره فریاد کشیش ها رو میشنن، کشیش های خدمتش رو انجام داد. آنچه که خدا میخواست، البته این اتفاق توی یکی از مناطق شمال ایران پیش اومده بود، در تهران که کلیسه ها اصلا جانم ایشون هم این موعظه میکردم. منظورم این هست وقتی که خداوند ما رو میخونه اگر حقیقتا این ایمان ما پایدار هستش میباید برای اون خواندگی بیستیم و کاری نباید داشته باشیم به اینکه جواب برای ما چه چیزی خواهد اومد. آنانی که برگزیده خداوند هستند فقط و فقط خوشنودی خدا را می‌خواهند. آمین. خوشنودی خدا پادشاه ما هست. پس هوشیار باش. مجال اینو نده. اگر چیزی هست توی امور خدمتی زندگی تو رو دل سرد می‌کنه، دلت رو می‌شکنه، اون پاداش تو قرار نبوده باشه. پاداش تو رضایت خدا هست. در مزمور 119:57-60 از شریف میکنم اعلام میکنه خداوند تو همه چیز من هستی. عیسی مسیح گفتش که چکار کن ثروت تو بردار با خودت ببر، قدرت تو بردار، مقام تو بردار، چی رو بردار؟ صلیب تو بردار. نه پدر نه مادر نه خانواده، نه اینکه به اونها بی احترامی کنیم، حتی نه اینکه نسبت به بدنهای خودمون برمشیم. هرگز هرگز یک ایماندار باید به بدن خودش برسه، ورزش شروع کنه، تغذیه سالم باید داشته باشه،
یک ایماندار باید تفریح سالمی داشته باشه. یک ایماندار باید توی خونه شادی باشه. من نمیگم همه شادیه سرود بذارید. نه، موزیک بذارید. با بچه‌هاتون درخشید. شاد باشید. مسافرت برید. همه اینها باید باشه. اما اولویت اراده خداست. اولویت خاندگی ما در مسیر اراده خداست. هرچند ما فرمول خیر رو تعلیم می‌دیم، اما در فرمول خیر رو بدونیم. نگاه من در خانواده به خداست. نگاه من به خودم به خداست. در تو موقعیت خودم. نگاه من به خب در تو خدا هست. یعنی از چشم خدا من نگاه میکنم در اون فرمول خیر. این گونه نیست اگر من دیده به خودم و خودم میشم، خودم و خانواده میشم، خودم و خلق خدا میشم که در جای سیاسی میشه. خداوند را تو همه چیز من هستی، قول میدهم که شریعت تو را به جا برم، تمام قوانین تو را، یعنی به موقع، از دل و جان خواستار رضای تو میباشم، مطابق وعده خود بر من رحم فرما. به رفتار خود توجه کردم، یعنی اعمالم. اگر خداوند تو به من اعلام کردی بر فرض مثال که برو، من حرکت کردم. من در زورجان زمانی که خداوند ما رو خود از ایران بیاره بیرون، واقعا این مشکل برای من ایجاد شده بود که چرا خداوند تو کشور ایران منو برکت دادی؟ هم برکتی که باعث شده و مردم نجات پیدا کنن، هم برکت مالی خوبی به ما دادی. و من و زهرجان هیچ کدوم رغبت اومدن دیگه نداشتیم. قبلا دوست داشتیم دیگه به خاطر شرط سخت ایران، ولی اینقدر شرط زندگی با خوب بود، حتی از نظر خدمتی هم خداوند حافظ ما بود و افرادی که خدمتشون میکردیم، به شرطشون میدادیم رو میدیدیم دارن روش میکنن، دیگه میلی و به اومدن نداشتیم. اما اونقدر خدا با قلب من و زهره صحبت کرد و نهایتا آخرین کسی که تایید این بود که ششبارتان عزیز بود که تایید کرد که باید بریم، ما حرکت کردیم. و تا به امروز میبینیم لحظه به لحظه خداست که با ماست. خدا ما را حمایت کرده. حتما در طول این ایام اشتباهاتی من کردم، ولی حتی خدا به اشتباهات من نگاه نمیکنه، خدا به وفاداریش نگاه میکنه. میخوام تشویقت کنم توی جایگاه درست خودت بایست، به عنوان یه شخص خوانده شده، برگزیده شده. خدا زندگی تو رو تضمین خواهد کرد و ادامه میده که و قول میدهم که از تعالیم تو پیروی کنم، بیدرنگ و با شتاب از عوامل تو اطاعت کنم. بیدرنگ، نه مانند ابراهیم که در وقفه متاسفانه حرکت کرد. چرا بیدرنگ و بیوقفه؟ چرا شتابان؟ چون دیوار موش داره، موشه گوش داره، چون شیطان لشکر داره. لشکرش توی جهان مأموریتی دارن که ببینن کی نجات پیدا میکنه، و شخصی که نجات پیدا کرد حالا خدا با اون کار داره. چون شیطان خوب میدونه وقتی که خداوند یک نفر رو انتخاب میکنه، اونو انتخاب نمیکنه، اونو نجات نمیده که رهاش کنه، بگه برو حالا توی دنیای گناهالود حالت رو بکن. با اون کار داره، و چون با اون کار داره شیطان هم میگه من باش کار داره، من رهاش نمیکنم، من زندگیش نمیخوام رها کنم. از این رو هستش وقتی خدا با قلب ما صحبت میکنه برای هر کاری چقدر خوبه مشورت کنیم، اما بدونیم آخرین مشورت دهنده کیه؟ خودتون. آمین. خداست، خداست که میتونه در این قسمت ما رو حمایت کنه تا در اون شرط سخت نیز نمونیم. یکی از آسیب‌هایی که مردان خدا و زنان ایمان می‌خورن نسبت به پیام خدا، صدای خدا، خواندگیشون، برگزیدگیشون این هستش که شیطان بلا فاصله می‌خواد اونها رو ببره کجا؟ نه، یکی تو می‌تونید بگید کجا؟ یوسف رو کجا برد؟ نه 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 اطفیه اومد بیرون. یوسف رو کجا برد؟ مصر. مصر. ابراهیم وهمه کرد وقتی رسید به کنعان، دید کنعان قحطیه. وقتی که دید قحطیه، دید مصر خیلی چیز عالیه، رسرسه شد. نباید بودم، از نظر من ابراهیم نباید بودم اینجا. زمانی که دیر میکنیم نسبت به
رویایی که خدا بهت میده، خواندگی دیر میکنی، این رو بدون در از فرصت رو به شیطان میدیم که دنیای شرارت خودش رو زیبا نشون بده. بگیم دیگه حالا راهی نداریم. و ابراهیم همین جا گیر کرد، همون جایی که یوسف گیر کرد. یوسف زمانی که صحبت کرد در رویاش، آیا باید شیطان صحبت میکرد؟ چه لزومی داشت اینقدر رویا رو به همه بگه؟ وقتی درک نبود، اولین کسی که به یوسف ایراد گرفت چه کسی بود؟ یادتون هست؟ یعقوب پدرش بود. یعقوب گفت تو دیگه کی هستی؟ حالا در برابر ما قد علم کردی؟ ما باید در برابر تو تعظیم بکنیم؟ پس خوشحال بشیم. رویا رو درست کلام خداوند میگه بنویس بر تخت سنگ، اما به کی داری میگی؟ با چه کسی باز میکنی؟ فقط من نمیدونم رویا میگم. ما صبح داشتم میگم تو کلیسا تلویزیون رویا بود بگی. شیطان میگه ای این رویاتونه هم میاد بزن. هی از هم. رویا رو انجام بدیم. با اراده خدا. تحت پوشش فیضیم. اما ابراهیم متاسفانه مطابق پیدایش 12:10 میبینیم که وارد مصر. وقتی وارد مصر شد، فقط وارد شدن مصر نبود. مصر محصولات خودش داره. دنیا محصولات خودش داره. منظورم این مصر نیست. مصری که تشبیه به دنیاست. وقتی وارد اونجا شد چی شد؟ ترسید. چرا ترسید؟ گفت سارا زن زیبای منه و احتمالا به خاطر اون منو میکشن. پس دروغ گفت. ترسید و دروغ. هرچند خداوند با برگزیدگان خودش هست. خدا با ابراهیم بود، چرا که مرض بود در کاخ فرعون قرار داد تا به توسط اون مرض اونها کنجکاو بشن که چه موقعیتی دارن نسبت به این مریضی. متوجه شدن که سارا همسر ابراهیم هستش و خدا اونجا نجاتش میده، هم نجاتش میده و هم با بهترین شرایط او رو از مصر خدا اجازه میده بیرون میاد تا مبادا آسیب بخوره. شاعر نیز اعلام میکنه نه هنگام آرام و آرایش است، به روز درنگ است و آسایش است. ما نمیتونیم تصور بکنیم. بر فرض مثال خداوند با قلب من صحبت کرده، من یه زمانی این رو انجام خواهم داد. اگه درش درنگ باشه مسلم بدون که درش آرامش نخواهیم داشت و مانند ابراهیم توی بدترین شرایط نیز قرار بگیریم. پس در زمان برگزیدگی وفاداری بسیار مهم هستش که ما بتونیم وفادارانه بمونیم. و این را ابراهیم و سارا در طول زمان یاد گرفتن که چگونه میباید بایستن و این محبت خدا بود که اونها را درگرفت. امروز هم همین محبت، امروز هم این محبت با من و شما هست. شاید خیلی بارها شده که خدا من با قلب صحبت کرده انجام ندادیم، اما محبت خدا رو دیدیم، تصور کردیم خدا فراموش کرده، اما این گونه نیست. خدا من باز از من رو انتظار داره تا در اون جایگاه درست بیدیم. چون ذات خدا عشق، ذات خداوند محبت هست. باز همین گونه که شاعر نویسنده اعلام میکنه، عاشق خدایی هستم که چه بخواهم و چه نخواهم دوست ما دارم. خدا ما رو دوست داره، دوستمون داشته که انتخابمون کرده، دوستمون داره که بهترین شرایط رو برای ما ایجاد کرده تا این نجات رو به گوش ما برسه و در جایگاه درستی نیز قرار بگیریم، بدون این که بخواد موقعیت‌های سختی ما رو در بر بگیره. وقتی در امور زندگیمون نسبت به اراده خدا کوتاهی می‌کنیم، متاسفانه شیطان برای ما کادوهای بسیاری میاره. سالهای اول که به آمریکا آمدم رویای عجیبی بودم. توی رویا دیدم که شیطان برای همه کادو میبره، حتی برای ایماندارا کادو میبره. به ایمانا بلا فاصله اون کادوهای زیبا رو باز میکردم، اما ایماندارا باش بازی میکردم. بعضی هم توجه نداشتم، ولی بعضی ها باش بازی میکردم و یه قسمت شو باز کنم ببینم توش چیه. وقتی اون باز میشد یک موجوداتی از اونهای منن بیرون،
هرچند اون موجودات سعی میکردن محبت کنن توی این رویا من دیدم در فرض آب و خوراک میدادن به اون افراد، اما اونها را میریختن به سرشون، میریختن به بدنشون و باعث آزار اونها شده بودن و این آرامش رو نداشتن. زمانی که از اراده خدا دور میشیم فرصت رو میدیم به شیطان تا این کادوها رو به ما بده و چه بس یه روزی وسوسه بشیم و این کادوها رو باز کنیم. باز فراموش نمی‌کنم اون اولی که اومده بودیم یکی از ایمانداران عزیز به من بزرگ جان پیشنهاد داد، گفت فقط پاکت‌هایی که برای پرداخت قبض آب و برق هست به اصطلاح بیلتون هست رو باز کنید، بقیه رو باز نکنید. گفتم آخه برای چی؟ گفت نمی‌خواد باز کنید، بذارید یه یک دو سال ببینه متوجه میشید خودتون. تا اینکه یه روز راسته باشه که این پاکت‌ها که از بانک اومده بود منو وسوسه کرد که باز کنم. خیلی خوشگل گفتم این یه چیز خوبیه. بازش کردم نوشته $4,000 تا 18 ماه بدون اینترست میتونیم استفاده کنیم. همون موقع وسوسه شدم گفتم ای چقدر خوبه، میتونیم به دام پیمنت یه ماشین رو بدیم. و رفتم توی فکرها، ولی خب چون کردیت نداشتیم اول زنگ زدم به همین دوستم، من نمیدونم ایشون کجا بود، 10 دقیقه خودش رسون تو خونه ما قبل از اینکه من بگه سلام بعدش این پاکت رو پاره کرد. منم خیلی ناراحت شدم. گفتم برای چی پاره کرد؟ گفت این همون چیزایی هست که به تو آسیب زد. حالا شیطان هم از این کادوها برای ما خیلی هوشیار میشه. با دلایل انسانی، با بهانه‌های انسانی ما خودمون رو متقاعد میکنیم که میتونیم از خودمون دفاع کنیم، اما این گونه نخواهد. در پیدایش 17:1-6 که من خلاصه اون رو براتون میخونم اعلام میکنه و خداوند در سن 99 سالگی ابرام را ملاقات کرد دوباره البته و به او گفت پیش روی من بخرام. حالا باید کاملا بهش بگید چرا که قبلا گویا ابراهیم رو نمیسته در حضور خدا. وقتی که ما فرزندان خدا هستیم به خدا وقت میدیم یا نه؟ چقدر کلام میخونیم؟ آیا اکتفا کردیم فقط به یه موعظه، به یه رفتن کلیسا؟ و خداوند در سن 99 سالگی ابرام رو ملاقات کرد و به او گفت پیش روی من بخرام و کامل شد. تو را بسیار کثیر خواهم کرد. تو پدر امتهای بسیاری خواهی بود و نام تو را ابراهیم خواهم. ابرام همه میدونیم یعنی پدر خوب، یعنی پدر عالی، یعنی پدر خانواده. اما ابراهیم یعنی پدر قوم‌ها. و خدا دید تجربیاتی که ابراهیم در این مسیری که رغبه ایجاد کرده بود دلیلی شده بود که متوجه نقطه ضعف خودش بشه و حالا بهتر میتونه نسبت به وعده‌های خودش بیسته. ولی زدان میده و نام تو ابراهیم خواهد بود و پادشاهان از نسل تو خواهند آمد و آنگاه ابراهیم به روح در افتاد. یعنی در حضور خداوند از روح خدا پر شد و در اون موقعیت خودش رو در اون جایگاهی دید که بتونه این قوت رو بگیره برای اجرای آنچه که اراده خدا هستش تا مبادا دوباره اسیر مثلی بشه که کادوی شیطان اونجا براش چی بود؟ میدونی؟ هاجر بود. هاجر کنیز سارا توی مصر. و بعد میبینیم که بعد از گذشت زمان متقاعد میشن که همبستر بشه با ابراهیم و بعد صاحب فرزند به نام اسماعیل بشه و بودن اسماعیل در اون خانواده میبینیم که چقدر نارومی ایجاد میکنه. طوری که خود ابراهیم اعلام میکنه هاجر و اسماعیل از زندگی و خونه اونها دور میشه. همه اینها رو دارم یه مقدار بیشتر تکیه میکنم به عنوان یه فرزند خدا. ببین کجا هست. شرایط و موقعیت ابراهیم گذشت، او پیروزیاشو به دست آورد. امروز نوبت من و تو هستش. آیا ما نسبت به خواندگیمون امروز چگونه هستیم؟ آیا ایستادیم کاملا در این رابطه؟ و نیز باز ادامه میده و پادشاهان از نسل تو خواهند آمد، آنگاه ابراهیم به روح در افتاد که در حضور خداوند ماندن همیشگی هستش، نه که فقط یک لحظه. معنی این هستش که مدام در حضور خداوند خواهد. برگزیدگی مردان و زنان ایمان
در حین وفاداری به خدا تمرکز درست به ملکوت خدا و اراده او است و توجه به خلق خدا است. یعنی همون گونه که در ابتدای صحبت رو عرض کردم، فقط این نیست که ما از خدا برکت بگیریم، بلکه ما وسیله خواهیم شد تا دیگران رو برکت بدیم، تا دیگرانی که خداوند در برابر ما قرار میده، همون گونه که در برابر ابراهیم قرار دادن و مطابق نامه افسوسیان 1:11 ما برگزیدگان او میباشیم. هیچ فرقی نمیکنه، جای ما تو خودت ضعیف نه به عنوان فرزند خدا، و تصور بر این نکن که چون امروز نام تو ابراهیم نیست، هر نامی داری، به مسیح ایمان آوردی، پس اون جای نیست. امروز جایگاه من و شما همون جایگاهی هستش که متعلق به ابراهیم، چرا که ما وارثین او شدیم. امروز اگر وارثین اون هستیم، وارثین جایگاه و پوزیشن روحانی هم از نگاه خدا هستیم، که ما فرزند او هستیم، و در این فرزندی هستش که ما میتوانیم جایگاه مناسبی رو نیز داشته باشیم. برگزیدگان خدا در مسیر محبت به راحتی میتونن اون دوستی که از خدا یافتن، چون که عیسی مسیح میگه من دوست شما هستم، اون دوستی رو انتقال بدن به دیگران تا دیگران از این دوستی برکت ببینن، مشروطه بر این که وفادار به دوستی مسیح باشن. مطابق انجیل یوحنا 15:14 که اعلام میکنه شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم میکنم به جا آورید. و شاعر این گونه میگه، منظور به عیسی مسیح هست، میگه ای دوست بیا راحت این قلب، ای دوست بیا راحت این قلب حزین باش، تو نور جهانی به دلم جای گزین باش، با قلبم در رابطه قلبم باش. وقتی که به ظلمت گردیده گرفتار، وقتی که مددکار عاجز شده از کار، وقتی که ز عصیان بر من شده دشوار، باز آیو با امجو در قلب من آنچه که خواهی تو عمل، که بتونم من تحت اراده خدا به وفاداری اونیز برسم و عمل کنم. بریم با هم دیگه نامه کلوسیان 3:12-17 رو داشته باشیم که اشاره میکنه به جایگاه ما، جایگاه ما که امروز به عنوان برگزیدگان خدا هستیم، نه تنها افتخار ما این باشه که شاهزاده هستیم، فرزند خدا هستیم، بلکه بدونیم مأموریت ما این است اون برکتی که خدا به ما داده اون رو به دیگران انتقال بدیم. میخواید چراهای بسات رو شرح کنیم؟ پس مانند کسی که در شهر بزرگی زندگی می‌کند، که خانه‌اش برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو کنید. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنانکه مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید. و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید. و سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد که به آن هم در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید. خب اینجا صحبت از فقط این نمی کنه که ما با همدیگه در محبت بشیم، بلکه ما با همدیگه و ما با دیگر. خیلی موقع هستش که تصور می کنیم اگر یک نفر وارد کلیسا میشه اولین بار هستش و هنوز ایمان نداره، چقدر خوبه که من با این به محبت رفتار کنم تا زمانی که ایمان بیاره. وقتی ایمان آورد یه کاری بهمون نداشته باشه، حالا دوباره بچستم به یه نفری که دوباره تازه، اما قرار برای این نیست. کلام خدا اینجا داره برای ایماندارانی صحبت میکنه که با ایمانداران رابطه دارن، ریلیشنشیپ، نه تنها با مردم که دلیل ایمان اونها بشه این محبت که از طرف خدا به ما داده شده، بلکه با ایمانداران در رابطه باشه، در تماس باشه. پس همه جا باید عمل بکنه، نمیتونیم این رو فقط وابسته به این بکنیم که نه من با مردم به ایمان اینقدر محبت میکنم اونا نجات میکنم، نجات که پیدا کنم من کاریش میکنم، یا برعکس من فقط با ایماندارا رابطه محبت رو خواهم داشت. خیر، این گونه نمیشه. این نیز مسئولیتی است، این نیز خواندگی ما است. ما برگزیده شدیم
که محبت کنیم، محبت کنیم، محبت کنیم. همه رو محبت کنیم. آمین؟ بله؟ کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن می‌شود. به کمال حکمت همون گونه که عرض کردم، محبت به خدا، خانواده، خلق، رابطه هم با خدا. همه این موقعیت ها رو ببینیم. ما قرار این مذهبی بشیم. ما اینجا تعلیم مذهب رو نمیدیم. بلکه تعلیم میدیم که بتونیم سالم باشیم. زندگی داشته باشیم در امنیت اون رو پیش ببریم. یکی این فقط بگیم ما مسیحی هستیم، به کلیسا میریم و یا حتی خدمتی رو انجام میدیم. و یک باره به خودمون بیاییم ببینیم فرزندانمون آشفته حال هستن. روحیه خوبی ندارن. همسرمون برفرض توی موقعیت خوبی نیست. خودمون توی موقعیت خوبی نیستیم. همه ابعاد رو باید ما در نظر بگیریم. یک ایماندار به فکر تمام موقعیت به زندگیش باید باشه. که لذت ببره. که شاد باشه. که آروم باشه. اما فراموش نکنه. تو برگزیده هستی. ببین خواندگی چیست. خواندگی خودتو ببین. و در اون مسیر قدم بردار. چرا که دلیل برکت برای تو و دیگران خواهد شد. بله؟ و یک دیگر را تعلیم و نصیحت کنیم به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی. آمین. و با فیض در دلهای خود خدا را بسرویم و آنچه کنید در قول و فعل همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را به وسیله او شکر کنید. آمین. آمین. به وسیله او میتونیم برای کلام خدا شکر کنیم. به وسیله او یعنی به وسیله او برگزیدگی خودت، اون عطایی که خدا به تو داده، با اون عطا بتونی از خدای برکت رو بگیری و این برکت رو به دیگران نیز بدی. متاسفانه فکر نمی‌کنم سیستم کامپیوترمون این نکته رو داشته باشه بتونید بذارید، اما نکته اول در ارتباط با برگزیدگان این هست: برگزیدگان خدا با ایمانی پویا حق‌جویان را بشارت می‌دهند. کسایی که طالب نیست، به زور نمی‌تونید، همونه که اون هفته از قبل فشارت نمی‌تونید. وقتی این بشارت باید در ابتدا خواسته دل اونها باشه، مگر اینکه واقعا براشون دعا بکنن. پس برگزیدگان خدا با ایمانی پویا حق‌جویان را بشارت میدن و آنها را به اراده خدا تشویق میکنن تا زندگی امنی را داشته باشن. باز مطابق مزمور 37:3 اعلام میکنه: بر خدا توکل نما و نیکویی کن تا در زمین خود در کمال امنیت زندگی کنی. که این امنیت در ابتدا برای روح ماست، چرا که اطمینان داریم که رستگار هستیم. امنیت برای روان ماست، چرا که آرامش رو به توسط روح القدس داریم. و امنیت برای جسم ماست، چرا که اطمینان داریم. کلام خداوند میگه من حافظ تو و اهل خانواده و جسم هستم. پس ما رو هرگز رها نمی‌کنه. میخوام لحظه‌ای با هم دیگه سر بریم.